سخنی با هیئت ایرانی مذاکره کننده با هیئت با پنج به علاوه یک جمله کوتاه عرض می کنم. می دانید نیازی به تذکر نیست که آمریکا دشمن است. اینو باور کنیم، دشمن است و از دشمن انتظاری جز دشمنی نیست. قرآن در مورد شیطان می گوید ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، او دشمن شماست. باورتون باشد دشمن شماست، شما هم او رو به عنوان دشمن تلقی کنید. در این رابطه سنت امام رضا صلوات الله و سلامه علیه را در مورد مأمون میتونیم ما بفهمیم و هیئت مذاکره کننده این سنت را سرلوحه برنامه خودشون قرار بدن. مأمون که دشمن سرسخت اهل بیت است، یه دفعه چهره باز نشون میدهد، لبخند میزند، اظهار ارادت میکند، احترام میکند، تجلیل میکند. تمام اینها بازی است و مهم این است که امام صلوات الله و سلامه علیه از همون روز اول، از همون روزی که دعوت شد حضرت به حرکت به مرو، از همان روز برنامه تهاجمی خودش رو شروع کرد. این نکته رو توجه کنن. امیرالمؤمنین میفرماد ما قضیا قوم فی اقر دارهم الا ولو، ننشینید تو خانه هاتون دشمن به شما حمله کند، نه، شما حالت تهاجم به خود بگیرید، مجال به دشمن ندید که او حمله بکند. و این بسیار مهم است. البته در مذاکراتی که دارید شما عزیزان هیئت مذاکره کننده، باید بدونید شما رسولان انقلاب اسلامی هستید، باید زیبایی های انقلاب را در اون فضاها مطرح کنید، روحیه های قوی مردم را مطرح کنید. این مهم است. از در جنب این مذاکره هسته‌ای به مسائل این چنینی بپردازید. و بالاخره مادامی که این مرزها را مراعات کنید، خطوط قرمز را مراعات کنید، عزت اسلام و مسلمین را مراعات کنید، قطعا تأیید رهبر و تأیید همه مردم را خواهید داشت.